هیچ بوتی برای خود نساز یا خدا رو بشناسیم عزیزان چه موضوع بسیار مهمی چون ما در دنیای داریم زندگی میکنیم که مجسمه ها تمثیل ها و بوت ها در جاهای مختلف دنیا به عنوان قدرت برتر یا حتی به عنوان خدا پرستیده میشن اگر ما این فرمان از ده فرمان رو بشکنیم مطمئنا باعث شکستگی جاهای مختلف زندگی ما بشه شاید امروز سوال در زندگی شما این باشه من بوتی رو نمیپرستم پیشنهاد میکنم حتما این قسمت از برنامه رو ببینید چون که بسیار جای مهمی در زندگی هر یک از ما داره خدا رو بشناسیم یا هیچ بوتی در زندگیمون نداشته باشیم من پویا هیدری هستم و ده سال پیش وقتی که در ایران قلبم رو به خداوند عیسی مسیح سپردم تازه متوجه شدم که چقدر وقتها به جای شناخت خدا به بوتها رو آوردن زمانی که حتی گردنبندهای مختلف و دستبندها در دست و گردن من بود که به جای قدرت خدا به اونها فقط باور داشتم امروز من ایمان دارم که اگر ما این ده فرمان رو اجرا نکنیم باعث شکستگی زندگی های ما خواهد شد پس امروز بیاید با این برنامه همراه باشیم تا بدونیم آیا واقعا خدا رو داریم میشناسیم یا در زندگی های ما خراف پرستی یا بد پرستی وجود داره افتخار من این هست که میتونم جی جان رو به شما معرفی کنم جی جان واعظ معروف قبرسی هست که به سر تا سر دنیا میره تا خبر انجیل ایسای مسیح رو به مسیحیان و غیر مسیحیان برسونه از طریق موزات تعلیم ها و کتاب های جیجان میلیون ها نفر ایمانشون به چالش کشیده شده امروز ایمان دارم شما میتونید اون شخص باشید که یا حقیقت رو پیدا کنید و یا در ایمان مسیحیتون با چالش های مختلفی رو برشید. شما رو تشویق میکنم که با ما همراه باشید در این سری از برنامه‌ها جیجان جان ده فرمان خدا رو مورد بررسی بیشتر قرار میده ده فرمانی که در جاهای مختلف دنیا ادیان مختلف اون رو قبول میکنن شما میدونید آیا اون ده فرمان چی هستن با هم بریم چند لحظه و این ده فرمان رو ببینیم عزیزان به یاد بیاریم که اگر ما این ده فرمان رو بشکنیم باعث شکستگی های زندگی ما میشه چون که خدا در ابتدا این ده فرمان رو داد تا باعث برکت و شادی هر یک از ما بشه به خصوص اگر ما این ده فرمان رو در جاهای مختلف زندگیمون حتی یه دونش رو باهاشون مشکل داریم شما رو دعوت میکنم با این سری از برنامه ها با ما همراه باشید چون که ایمان دارم خدا کار تازه رو میتونه در زندگی شما از طریق ایسای انجام بده که ده فرمان رو به تمامی نگه داشت و به ما وعده داد که امروز میتونه این کار رو در زندگی ما هم انجام بده با هم به ده, ده فرمان یا برنامه فقط ده تا نگاه کنیم امروز جی جان راجب فرمان دوم برای خود هیچ بوتی نساز یا خدا رو بشناس صحبت میکنه خراف پرستی جادو و جنبن دعا نویسی، فال و طالبینی ها در کشور ما ایران چیز غیر عادی به نظر نمیرسه. اکثر ما در جای زندگی و رشد کردیم که این باورها برای بستن دخیل به مقبره ها کار بسیار مرسوم بوده یا شما امروز دوست عزیز سال و چالش اینجاست وقتی که ما به امامزاده های مختلف یا به مقبره که گفته میشن حاجت یا دعاهای ما رو جواب میدن میریم در اون مکان چقدر تمرکز، ایمان و باور بر خداست در تجربه من و خیلی های دیگه در این مکان بیشتر تمرکز خودمون رو بر کسی که در اونجا دف شده است داریم تا خدای حیات، خدایی که زنده است من در ایران به ایسای مسیح ایمان رو جایی که به خاطر افسردگی خودکشی کرده بودم در اتاق بیمارستان که تنها بودم صدای خداوند رو شنیدم که به من گفت از من پیروی کن من تو رو نجات می بخشم ده سال پیش خدا جواب دعای منو داد خداوند حقیقت زنده بودنش رو بر من آشکار کرد عزیز من امروز نمیدونم تمرکز و قلب شما کجاست جی جان امروز هدفش این هست که تمرکز ما رو به سمت فرمان خداوند بیاره که به ما میگه هیچ بوتی برای خود نساست حقیقت اینجاست که اگر ما از خدای حقیقی شناخت نداشته باشیم متاسفانه به خدایان دروغین و خرافات کشیده میشیم در قلب هر یک از ما اشتیاق عمیقی هست برای شناخت خدا دوست عزیز با هم بریم و به صحبت جیجان گوش کنیم و بعد با هم خواهیم بود متشکرم صبح بخیر صبحتون بخیر در کلیسای کینگزگیت و خیلی متشکرم که هر هفته میزبانان ما هستید و متشکرم شبان دیوید و شبان کارن صبح خیر به همه شما که به وسیله یو به وسیله رادیو یا تلویزیون گوش میدید و تماشا میکنید خیلی عالیه که با ما هستید میخوام به دوستم برای آلیور صبح بخیر بگم که در اتاقش ما رو تماشا میکنه خوبه میدونیم مردم تماشا مون میکنن اینطور نیست سلام بری خب ما به ده فرمان نگاه میکنیم و از آخر اونها رو بررسی کردیم هشتاشو مطالعه کردیم پس حالا به شماره دو میرسیم اون درباره چیه؟ بگذارید یه تصویر بکشم. فکر میکنید همسر من چه احساسی خواهد داشت اگه میدید کیف من بازه و عکس زن دیگری رو کنار عکس خودش میدید. فکر میکنید شونه هاشو بالا مینداخته و فکر میکرد خب میدونید جان احتیاج به محرمانه بودن داری. یا فکر میکنید میگه جان این زن کی هست و من به او میگفتم خوب در واقع او و من یک رابطه نزدیک داریم میگه چه رابطه ای؟ میگم خب میدونی وقتی افسردم خب این زن به من تسلی میده و تشویقم میکنه آیا سرزنشش میکنید؟ اگر بخواد اون عکس رو تکه تکه بکنه آیا او رو مقصر میدونید که احساس حسادت و ناراحتی و خشم بکنه؟ آنها در واقع سالت احمقانند. او همسر منه. او کاملا حق داره تا انتظار داشته باشه و پافشاری بکنه که خودم و فقط برای او حفظ بکنم. و میدونید چیه؟ اینو میخوام. به خاطر عشقم نسبت به او و به خاطر عهدی که بستیم این تصویری که برای شما کشیدم موضوع اصلی در رابطه با دومین فرمانه که <trimming> میگوید هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان و یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین است برای خود مساز در مقابل هیچ بوتی سجده مکن و آن را پرستش من ما زیرا من خداوند که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمل نمی کنم موضوع عشق همسرم نمیخواد برای عشقم رقیبی باشه خدا هم نمیخواد بت یک چیزی است به جای اون چه واقعی هست و عکس عمل خدا نسبت به بت پرستی ما حسادت هست و در عهد عتیق این جالبه که بت پرستی رو زنا می‌خوندند چون بت پرستی بی وفایی هست کتاب مقدس همچنین میگوید با سجده کردن به بوتا زنا کرده ای ببینید مشکل ما با بوتا اینه که درک ما نسبت به خدا رو محدود می کنند کتاب مقدس می گوید پس خدا رو با چه کسی می توان مقایسه کرد و تشبیه کرد این سوال خوبیه همچنین میگه نباید درباره خدا فکر کنیم یک مجسمه است که یک نفر از طلا، نقره یا سنگ ساخته است ببینید شما هرگز نمیتونید تصویری بکشید بتراشید یا شک بدید که به اندازه کافی نشان دهنده اینه که خدا کی هست خدا بیش از یک شکل و والاتر از آنچه که ما میتونیم تصور کنیم هست دختر کوچولوی به مادرش گفت مامان آیا خدا توی خونه است مادرش به اون فکر کرده گفت بله او هست عزیزم او هست پس دختر کوچولو گفت مامان اگر خدا توی خونه است آیا او توی آشپزخونه است مادرش فکر کرد و گفت خب اگه توی خونه است باید توی آشپزخونه باشه بله هست و دختر کوچولو گفت مامان اگه خدا توی خونه است و توی آشپزخونه است شیشه مربا بدون در رو میبینی او توی شیشه مرباست شما چی فکر میکنید آیا توی شیشه مربا پس فکر میکنید توی شیشه مرباست خب خوبه بدونیم چی باور دارید اینطور نیست پس وقتی کتری میجوشه فکر میکنی خدا داره همون میگیره جالبه خب پس مادر فکر میکنه او در خونه است یا خونه است خوب فکر میکنم باید توی شیشه مربا هم باشه پس گفت بله او هست و دختر کوچک گفت گرفتمش اگر فکر میکنیم میتونیم خدا رو در دستامون نگه داریم دید درست به اون رو از دست دادیم چون خدا رو نمیشه در جعبه گذاشت نمیتونید خدا رو حبس کنید پس به جای این که خدای ابدی رو بپرستیم ما دید انسانی خودمون نسبت به خدا رو میپرستیم حالا مردم میگن اگر تمثال ها بتونن کمک کنن خدا رو بپرستیم پس با ارزشند خطر در این هست که وسایل کمک در پرستش به سادگی میتونن مثل بود پرستیده بشن خدا آگاه هست که هر تمثالی که ما برای نشان دادن او استفاده کنیم به طور واقعی نمیتونه او رو نشون بده و نهایتا ما نظرمون درباره او تصویریه که ما برای او ساختیم این کمی مثل اینه که من بگم من یک عکس العاده از پسرم دارم عکس خیلی عالی هست واقعا اونها رو نشون میده و شگفت انگیزه پس دیگر به پسرم نیاز ندارم چون این عکس خوب رو دارم خب این بیمعنیه جای خدا رو با تصویری پر کردن مانند اینه که خورشید رو بپوشونیم و به جاش از یک لامپ سیواتی استفاده کنیم. میدونید چی درباره این فرمان به خصوص به خصوصه؟ اینه که وقتی خدا در بالای کوه سینا داشت ده فرمان رو به موسا قوم اسرائیل داشتن همون کاری رو میکردند که دومین فرمان ممنوع کرده بود. اونها تصویر قابل دیدن برای خدای زنده میخواستند و خدا گفت که نه، نه، نه. این مجسمه ای که ساختن کمک نکرد بلکه مانع پرستششون شد. حالا این فرمان برای امروز چه معنی داره؟ امروز چه تصاویری وجود دارند که در رابطه ما با خدا، رقابت می کنند چه عکس هایی در کیف هامون داریم که رابطه خوب و سالم ما با خدا رو به تدریج می دزدند از ما بودپرستی وقتی رخ میده که ما ارزش ایده یا فعالیتی والاتر از خدا داریم امروز زیبایی جسمی، سکس، ثروت، شهرت و قدرت رو میپرستند. احساس خوب داشتن نوعی از بتپرستی هست. من و خودم و مال خودم. دومین فرمان رو میشه اینطور خوند: خودتان را بت نکنید. ما در جامعه زندگی میکنیم که بسیار شبیه یونان باستانه. که بدن رو میپرستیدند هدف این بود که در شکل انسان به کمال برسیم و یونان باستان هرکولس و افرودایت رو داشت امروز ما عروسک باربی و کن داریم <applause> هرچند که اندام مثل کن رو مردم میتونن بسازند اندازه نسبی باربی برای خانم ها نیست آیا ترازو رو مثل بوت میدونید؟ خم میشید چون بیناییتون خوب نیست و میخواین بخونید چی میگه و بر حسب وزنی که روی ترازو هست شما در اون روز نظر و احساس در بای خودتون رو تعیین میکنید یکی از دوستان من دبی لاول شعری نوشت بر حسب مزمور 23 مزمور 23 برای رژیم گیرها رژیم من شبان من است همه چیز می خواهم. وادارم می کند در سبزه ها بدوم به آرامی آب بخورم و روی ترازو بالا و پایین بپرم به خاطر اندامم در برابر غذاهای خوب هدایتم می کند هرچند که در فروشگاه سوپر قدم می زنم چیزهای پرنشاسته نمیخورم چون تو با من هستی اندازه گرفتن و کالری شمردن من را گیج می کند صفری در برابرم می در برابر تلویزیونم کاهویم را با ماینز میپوشانی. پوشانی هم لبریز می شود مطمئنم صدای شکم و احساس ناآرامی با من است در تمام روزهای رژیمم و برای همیشه نگران وزنم خواهم بود. <applause> هرچند که درست مواظب انداممون باشیم که خدا به ما داده به وسیله استراحت، تغذیه و ورزش ما باید مواظب باشیم یک نوع به خصوص رو بت نکنیم یعنی با استخانی کردن مثل مدل یا بزرگ کردن به وسیله جراحی اگر شما مشکل در غذا خوردن دارید به شما کتاب دکتر دبی رو پیشنهاد می کنم زندگی با تناسب و شاید عضوی از خانواده شما باشد که دچار اختلال در تغذیه است و این کتاب خوبیه تا نشون بده مشکل چی هست و چطور میشه اون رو حل کرد زندگی با تناسب نوشته دکتر دبی لاول و اون در وبسایتمونه یا شما که در کینگز گیت هستید در کتاب فروشی هست آیا میدونستی تکنولوژی میتونه بوت باشه؟ تکنولوژی خوبه اما میتونه بوت بشه معمولاً یک نوجوان هر ماه دو هزار و دو, و دو پیامک میفرسته این مقدار گیج کننده است اینطور نیست؟ یک تحقیق نشون داده که چینی ها چهل و چهار درصد وقت آزادشون رو, رو روی اینترنت میگذرونن آنچه که میپرستید رو ببینید آنچه که میبینید رو نپرستید لطفا تکرار کنید آنچه میپرستید را ببینید آنچه که میبینید را نپرستید تکنولوژی خوبه اما مواظب باشید بوت نشه آیا میدونستید خرافات میتونه بوت باشه؟ برای بعضی از مردم ناآگاهانه عادت شده دیگران باور دارن خرافات میتونه حفظشون کنه خرافات مثل از زیر نردبان رد نشدن یا از روی شونت و نمک به پشت ریختن یا عبارتی مثل به تخت زدن اعلام کننده قدرت های دیگر که در کارند هست متوجه شدم آرایشگرم دست کلیدش رو روی میزش داشت و به اون پای خرگوش بسته بود پرسیدم چرا پای خرگوش به دست کلیدت وصل کردی؟ او گفت تا برام خوششانسی بیاره گفتم خب این خرگوش خوششانس نبود خب نبود بود پس اگه خرگوش خوششانس نبود چطور برای تو خوششانسی میاره؟ من در تاکسی بودم و یک نعل اسب از آینه آویزون بود و از راننده پرسیدم نعل اسب برای چیه گفت برای خوششانسی گفتم نعل اسب چطور برات خوششانسی میاره نمیدونم <applause> وقتی که خرافات بر مردم حکرانی میکنه که میترسن روز جمعه ای که سیزدهم ماهی هست بیرون برن یا وسواس دارن اگه آینه ای می میشکنه اینها عقاید خطرناکی هستند بعضی از هتل ها اینو می دونستند بعضی از هتل ها طبقه سیزده ندارند چون یک سری افراد نمی در طبقه سیزده بخوابند اما ما می دونیم چهاردهمین طبقه در واقع سیزدهمین هست آیا میدونستید اشخاصی هستن که نمیخوان با هواپیما سفر کنن اگر صندلیشون در ردیف سیزدهم هست چی کمی سب کنید پس اگر برق بزنه فقط ردیف سیزده رو میزنه بله چنین خرافاتی تصدیق کردن اینه که به قدرت ها و ارواح دیگر اجازه میدیم قدرت بر افکار ما داشته باشند آیا می دونستید 38 درصد جمعیت انگلیس هر روز طالبینی می کنند؟ باعث تعجب منه در چند جایی کتاب مقدس اشاره شده به هر جادویی که میتونه آینده رو پیشگویی کنه گوش کنید کتاب مقدس چی میگه از فالگیری، قیبگویی، رمالی، و جادوگری بپرهیزید حالا جادوگری امروز ما بهش طالبینی میگیم هر کسی که جادوگری میکند ورد میخواند افسون میکند سحر یا تلس میکند با ارواح مردگان مشاورت میکند خداوند خدایتان از مردمی که این کارهای زشت را انجام میدهند بیزار هست فکر نمی کنید عبارت خداوند از آن بیزار است بسیار قوی هست؟ اینطور نیست؟ این نمیگه که خدا از افرادی که این کار رو میکنن خوشش نمیاد؟ اینطور نیست خداوند از همه افرادی که این کارها را میکنند بیزار است مثلا هالووین هرچند که مردم هالووین رو به عناوین مختلفی جشن میگیرن اساس اون رویدادی هست که شرارت را جلال میده بچه ها و بزرگسالان طوری لباس میپوشند که شیطانی هست. جادوگران مرده خوناشام ارواح و اگر میخوایم با دیگران فرق کنید طوری خودتون رو تعظیم میکنید که مانند قاتل با اره یا قصاب دیوانه یا حتی جسد مقتول میشید یعنی که این بی صدمه نیست هر تصویری از زندگی داریم سوء استفاده میکنیم ما وقت و انرژی به کار نمیبریم تا به فرزندانمون یاد بدیم به دیگران کمک کنند و فرق بین خوب و بد رو یاد بگیرند. با این حال سالانه یک روز همه این ارزش ها رو دور می ریزیم و هر چه از شریر هست رو تمجید می کنیم. واقعا که پیام های مخلوطی اعلام می کنیم. کتاب کوچکی نوشتم با نام هالووین مفید یا مزر چون بسیاری از مردم واقعا نمیدونن هالووین درباره چی هست پس این من اینو نوشتم تا مردم مطلع بشن واقعا چیه آیا مفیده یا مزره خب اینو میتونم به شما بگم اگه این کتاب کوتاه رو بخونید کش میکنید که مزره مزر هست برای شما که در کینگز گیت هستید میتونید بعد چند جلد از این کتاب رو از کتاب فروشی بخرید و برای شما که گوش میکنید میتونید سفارش بدید از فایلوتراست.com فراماسونگری فراماسونگری ساخته و پرداخته فریبه آلبرت پایک یکی از بنیانگذاران اینو نوشت یک فراماسون واقعا نمیدونه چی میگذره تا وقتی به رتبه های والای فراماسونی برسه رئیس جمهور جانف اف کندی در کنفرانس برای ناشران روزنامه در 1961 گفت کلمه مخفی در جامعه آزاد و باز زننده هست و ما به عنوان یک قوم به طور اساسی و تاریخی مخالف انجمنهای مخفی سوگن مخفی یا اقدامهای مخفی هستیم. ببینید بسیاری به فراماسون ها میپیوندن و اون رو یک تشکیلات خیریه میدونن که یک گروه پشتیبان هست که موقعیت های شغلی اجتماعی به وجود میاره. و ما فکر میکنیم خب این چه اشکالی داره؟ خب بگذارید بگم مشکل چیه؟ با بوتهای زیادی عهد یکی از این خدایان کاذب در فراماسونگری پیروی از بلون هست وقتی که به درجه چهارم میرسید سوگنهای بسیاری اعلام میشه و هر سوگندی باعث عهدی میشه که در سومین فرمان از ده فرمان خدا ممنوع است بسیاری از فراماسون از درجه سوم بالاتر نمیرند اما برای اونها که پیشتر میرند به زودی متوجه میشن که اسراری هست که در رتبه های پایین تر اجازه ندارن بدونند اوج فراماسونگری رتبه سی هست وقتی به رتبه سی برسید اعلامیه ای هست که شریر شیطان خداست خدای ظلمت و شرارت و در فرمان شماره دو و فرمان شماره یک ممنوعه خداوند فراماسونگری رو قبول نمیکنه. و اگر شما در هر رتبه ای از فراماسونگری فعالید باید اونو ترد کنید عمدن عمدن مهم نیست فکر کنید نقشی که شما داشتید خوب بوده باید به اون پشت کنید و اون رو رد کنید و خدا رو بپذیرید و آزاد بشید و که خدا به شما قدرت بده برای چیزهای جدیدی در آینده خودتون میدونید امروز یکی از باورهای اساسی به نظر میرسه انتخاب هست ما در همه نواحی مصرف کننده هستیم به ایمان و در فرهنگ مخلوطی زندگی میکنیم یکم از این یکم از اون یک تکه از این و قاعده راهنمایی نمایی کننده من اینه که چه احساسی دارید و چی براتون کار میکنه اگر نمیدونید چه عقایدی دارید هر چیز رو قبول می کنید. ما چطور خدا رو تعریف می کنیم؟ بهترین تعریف خدا عیسی مسیح هست. عیسی مسیح تصویری از خدای نادیده هست. پسر عیسی درخشش خداست. و نشان دهنده دقیق هستی او هست. عیسی اومد تا خدا رو نشون بده. تا خدا رو نشان بده. میدونید بسیاری از مردم فکر میکنن مسیحیان فکر نمیکنن. اونها فکر میکنن ما فکر نمیکنیم چون مثل اونها فکر نمیکنیم. فکر میکنن اصلا فکر نمیکنیم. اما این کارو میکنیم این کارو میکنیم ما این حقیقت و واقعیت کشف کردیم که ایسا ایسا خداست ایسا گیرنده روحانی ما را رو روی فرکانس فرستنده خدا میاره میدونید خیلی اصفناک مزایایی که انتظار داریم بتها به ما بدن رو خدا قول داده به ما خدا میدونه تصویرهایی که دنیا ارائه میده ورشکستند خدا میدونه که اگه دنبال اونها بریم در آخر فریب میخوریم و دلسردی خواهیم یافت کتاب مقدس می نویسه آنها بوتا می سازند ولی بوتا آبروی سازندگان خود را می برند اونها گلابیان حیات یا قدرتی در خودشون ندارند بوتا بی ارزشند کاذبند که مقدس دوباره میگه خدایان آنها از نقره و طلا و ساخته دست بشر هستند آنها دهان دارند حرف نمیزنند چش دارند ولی نمیبینند گوش دارند اما نمیشنوند بینی دارند لکن نمیبویند دست دارند اما لمس نمیکنند پا دارند اما راه نمیروند و صدایی از گلویشان بیرون نمیآید کسانی که آنها را ساخته اند و همچنین اشخاصی که به آنها اطمینان دارند مانند بودهایی می شوند که ساخته اند واضح تر از این نمیتونه باشه نقطه بازگشت در زندگی ما وقتی هست که به دنبال خدایان دیگر نرویم و خدایی که هست رو بطلبیم خدایی که هستم است و این خدا خدای واقعی و زنده چی می بخشه؟ او به ما بخشش میده او به ما آزادی میده او به ما کامیابی میده او دوستی به ما میده واو خارق العاده است خدای واقعی و زنده نه بودهای بی جان خدای واقعی و زنده بخشش آزادی کامیابی و دوستی میده من خوشم یاد از حکایاتی که در اناجیل در عهد جدید نوشته شدن متا مرقس لوقا یوحنا و من یک شخص تصویری هستم و بیشتر مواقع دوست دارم تصور کنم چی میتونست اتفاق بیفته چطور و اینجور چیزا میدونید برای مثال یحیای های دهنده اگه شما فکر میکنید من تهاجمی هستم باید وقتی که یحیای تمید دهنده کرد میکرد میبودید یعنی که حتی یک کلمه را هم ننداخت در بین موزه هاش او ساندویچ ملخ با کمی اصل میخورد و سر مردم داد میزد و میگفت ای مارها میدونید این تحریک کننده است حالا میدونید همینطور که به این داستان نگاه می کنم میتونم تصور کنم چی می شد اگه در این زمان انجام می میدونید در اینجا یک واعظ بیابونی می بینیم و هزاران نفر که بیرون رفتند چون چیزی در بارش توجهشون رو جلب کرده. پس میدونید میتونم تصور کنم اجازه بدی توصیف کنم. مثلا یک فارغ و تحصیل رشته مدیریت از هاروارد، این رو میبینه و خیلی روش تاثیر میگذاره او متوجه میشه خیلی بی نظمه پس پیش یهیا میاد و میگه یهیا این خارقلاده است یعنی که در تعجبم که ده ها هزار نفر مردم به بیابون میان و آگهی هم نکردی همه بیرون میان و با چنین شدتی موعظه میکنی و همه تعمید میگیرن این تحسین انگیزه اما بی نظمه پرج و مرجه. پس ببین چطوره من کمکت کنم پس یا میگه منظورت چیه میگه خب من میتونم افرادی رو آماده کنم میزهای کوچکی میگذاریم و کیوسکای کوچیک همه باید تو سب بیستن و ما این کار میکنیم اونها به میز میرسن و اون شخص که تعلیم دادم برقی رو برمیداره اونها میگن خب نام و اسمش رو مینویسه بعد میگن بزرگترین گناهی که مرتکب شدی چی بوده و اون گناه بزرگ که همه گناهان کوچک رو میپوشونه پس گناه بزرگ رو روی ورقه می نویسن بعد میزنه روی سینهشون داخل آب میشن تو به اسمشون و گناهشون نگاه می کنی و تعمیدشون میدی. یا میگه این خوبه بیا انجامش بدیم همه آموزش ها میسا صفا همه چیز آماده است نفر اول میاد نام مایکل مایکل بزرگترین گناهی که مرتکب شدی چیه مایکل؟ بله من فقط اموال مردم رو دوست دارم خب کار خب نام جیم جیم بزرگترین گناهی که تا به حال مرتکب شدی من نمیتونم دروغ نگم دروغگو 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 نام پیتر پیتر بزرگترین گناهی که مرتکب شدی دزدی کردم دزد 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 نام مارگرت مارگرت بزرگترین گناهی که مرتکب شدی مارگرت رابطه نامشروع داشتم زناکار زناکار نام گری گری بزرگترین گناهی که مرتکب شدی گری یک نفر رو کشتم قاتل قاتل نام کت بزرگترین گناهی که مرتکب شدی کت من به والدینم احترام نمیگذارم بی‌احترامی به والدین آه هم. نام پال پال بزرگترین گناهی که انجام دادی بله سبت رو نگه نمیدارم سبت شکن سبت شکن نام روت روت بزرگترین گناهی که مرتکب شدی به نام خدا بی حرمتی کردم کفگو کفگو نام متیو متیو بزرگترین گناهی که کردی بود توی خونم دارم بود پرست آره نام ایسا ایسا بزرگترین گناهی که انجام دادی؟ هیچ بزرگترین گناهی که مرتکب شدی ایسا هیچ گناه کوچکی که انجام دادی ایسا هیچ هیچ مایکل کارت شناسایی تو بده مارگارت کارت تو بده گری کارت تو بده کت کارت تو بده کارت تو گری بده کت کارت تو بده 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 از تو رو میگیرم شما هم کارت تو بده یحیا حالا میتونی تعمید بدی این خداییه که دربارش میگم این خداست این ایساست این اون شخصه این خداییه که به این دنیا نزول کرد روی صلیب مرد تا گناهان ما رو بر دوش خود بگیره تمام افسوس هامون همشون رو همه گناهانمون رو تمام کارت شناساییمون رو و پاکمون کنه تا بتونیم همه ما کاملا بخشیده بشیم کاملا بخشیده بشیم این خداییه که میخواد به ما رو پاک کنه این خداییه که میخواد به ما دوستی بده این خداییه که میخواد به ما آزادی بده آزادی این خداییه که میخواد به ما کامیابی بده این خدای واقعی و زنده هست <applause> شناختن عیسی ما رو قادر میکنه که از خیالات باطل وهمگرایی بگذریم خواست خدا این هست که ما رو شبیه پسرش عیسی مسیح بکنه رسانه ها میگن تصویر همه چیزه تنها تصویری که باید روی قلبمون مهر بشه یا در ذهنمون تصویر عیسی مسیح هست مسیح ما رو به وفاداری به خودش که برتر از همه وفاداری هاست دعوت میکنه اگر بخوام با چیزها راضی بشیم پیداش نمیکنیم اما در پیروی از مسیح ما کامیاب ترین زندگی که بتونیم تصور کنیم و دریافت می کنیم. بوت شما چه شکلیه؟ چه بوتی رو دارید؟ چه بوتی رو ساختید؟ توی منزلتون بوتی دارید؟ این تعجب آوره که آنچه خدا میگه باهاش کاری نداشته باشیم رو ما به موزه ها میریم و نگاه میکنیم و چیزهای هنری رو توی خونه هامون میاریم من توی منزل مردم بوتهای بسیاری میبینم مجسمه سر فیل بودا و این لیست ادامه داره با بوتهایی که خدا محکوم میکنه منزل خود رو تزین نکنید تشویقتون میکنم امروز این هفته به منزل برید و خونه تکونی کنید خونه تکونی کنید هر بوتی که دارید رو دور بریزید بوتا رو بیرون بریزید کتاب هایی دارید درباره جادوگری یا تالبینی؟ دور بریزید اشیا برای خوشانسی دارید دور بریزید تخت اوجی دارید دور بیندازید. مجسمه بت یا خدایان کاذب دارید؟ دور بریزید. آیا تا به حال از قصری دیدن کردید؟ توجه کردید وقتی به دربار وارد میشید نیمکت سلطنتی نمیبینید، بله تخت سلطنتی به شکل ها و اندازه و مدل های مختلفی میان اما همشون یه چیز مشترک دارند و برای یک نفر ساخته شدند. تصمیم بگیرید ایسا رو بر تخت قلبتون داشته باشید. فقط جا برای عکس یک زن توی کیف من هست و اسمش کیلی هست. تنها جا برای یک خدا در قلبم هست. اسمش عیسی هست و عیسی در هر قلبی که مردم دعوتش کنند خواهد ماند حالا ممکنه ما هشدار خدا رو با نادیده گرفتن این فرمان رد کنیم اما همینطور که یونس با دشواری یاد گرفت اونهایی که به بوتهای بیارزش به چسبند فیض خدا رو از دست میدند آیا به بوت ها پشت کرده اید یک عمل آگاهانه است پشت کردن به بوتها تا خدای واقعی و زنده رو بپرستیم آیا خرافاتی هستید و کارهایی می کنید که خدا من کرده؟ آیا تا به حال فالگیری، افسونگری یا جادوگری کردید؟ آیا تال بینی دنبال کردید؟ یا در جلسات احضار ارواح بودید؟ تا به حال درباره مذاهب شرقی خوندید؟ با تخته اوجی بازی کردید؟ با ورق فالگیری کردید؟ با جادوگر تماس داشتید؟ برای شفا از افسون و جادو استفاده کردید؟ آیا شیفته شرارت، وحشت و سحر هستید؟ در جلسات جادوگری و وودو شرکت کردید؟ آیا فراماسون هستید؟ اگر هر کدام از اینها رو انجام دادید باید اونها رو ترک بکنید نیازه که توبه کنید و به آنها پشت کنید و برگردید و مسیح رو دریافت کنید نیازه از اونها صرف نظر کنید عمدن اونها رو ترک کنید توبه کنید مسیح رو دریافت کنید و از اونها آزاد بشید از قدرتشون بر زندگیتون و در زندگیتون آزاد بشید راه خدا برای شفای ما به وسیله اعتراف و بخشش نه تنها برای گناهانمون هست بلکه برای جهالتمون هم هست باید اعتراف کنیم و بخشش دریافت بکنیم برای رابطه داشتن با سحر و جادو این چه آگاهانه است یا ناآگاهانه؟ آگاهانه به خدا رو بیارید و خدمتش بکنید خدای واقعی و زنده رو و بوتا رو ترد کنید تغییر بنیادی در پیروی کردن میدونید برای اینکه ما واقعا به خدا رو بیاریم باید اول برگردیم و فکر میکنم بسیاری مردم اینو درک نمیکنن بسیاری از مردم میخوان خدا رو پیروی کنند بدون ترک کردن چیزهای دیگه مثل اینکه هنوز به اون چیزها میچسبن و هم میخوان پیش خدا بیاند اون چیزها رو رها کن و خدا رو بچسب آیا حالا چیزی در زندگیتون هست که شما باید از آن دور بشید تا بتونید واقعا به طرف خدا برگردید جیجان جان به پیغام بسیار مهمی با ما صحبت کرد فرمان دوم برای خود بتی نساز یا خدا رو بشناس من و شما دارای یک پدر زمینی هستیم ما نمیتونیم بریم تو خیابون و هر کسی رو که پدر بود رو پدر خودمون صدا کنیم تنها یک خداست خدای پدر خدای امین و وفادار بارها این رو شنیدم فرق نمیکنه که به چی ایمان داری مهم اینه که تو رو به خدا میرسونه عزیزان این فقط یک تئوری ظاهرا ایدئاله اتفاقا خیلی هم فرق میکنه ما چه راهی رو انتخاب میکنیم تا حقیقت و ذات و شخصیت خدا رو بشناسیم در فیلم مارمولک بازیگر عزیز ما پرویز پرستویی در نقش رضا مارمولک جمله رو میگه راه های رسیدن به خدا خیلی هن. عزیزان راه رسیدن به خدا یکیه ولی خدا از راه های مختلفی استفاده میکنه تا ما رو به تنها راه یعنی حقیقت زنده خودش بیاره عیسی مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم شما چقدر از عیسی مسیح شناخت دارید دوستان امروز خدای شما کجاست آیا به دنبال خدایی هستید که شما رو در جاهایی که فقط از طلا و نقره ساخته شده میشنوه آیا به خدای ایمان دارید که به شما نمیگه چطور نجات پیدا میکنید آیا به خدای ایمان دارید که بهتون نمیگه آمرزش گناهان شما چیه؟ به خدای ایمان دارید که دعاهای شما درخواستهای شما فقط یک طرف است و فقط از سمت شماست؟ آیا به خدای ایمان دارید که به دنبال مجازات و حلاکت شماست به جای اینکه بخواد شما رو حیات و نجات بده؟ خدایی که فقط در آسمان نیست بلکه در زمین و بین ما هم یافت میشه در ایران با عزیزی چند ساعت وقت گذاشتم و راجب به شناخت خدای حقیقی از طریق عیسی مسیح صحبت میکردم. خیلی گوش نمیداد. مسخره میکرد و به خدا هم بیعترامی میکرد. بعد از چندین ساعت صحبت با هم گفتم اجازه میدی که با هم دعا کنیم؟ براش خیلی مسخره به نظر میومد. اما چون از شهری به شهر دیگه برای ملاقات رفته بودم گفت دعا کن. حضور خدا چنان بر این پسر قرار گرفت که با اشک در حضور خداوند زانو زده بود میگو خداوند دا منو ببخش که کور بودم و حقیقت تو رو نمیبینم منو ببخش که با حقیقت تو اینقدر مقاومت میکردم صورت این پسر پر از شادی بود بیاد به یاد بیاریم که این اثر انگشت ما بین 7 میلیارد انسان خدا ما رو خلق کرده از شکها، ترسها، و نقاط قوت ما با خبره ما رو بهتر از خودمون میشناسه تشویقتون می‌کنن، اجازه بیشتری بدید که خداوند کاری تازه رو در زندگیتون انجام بده دوستان من آیا شما در خرافه پرستی هستید؟ متاسفانه در ایران چقدر دعا در گردنبند و دست دستبند افراد دیده میشه چقدر چشم زخم ها برای رفع چشم شور وجود داره اسپندود کردن که چشم نخوریم اینها همه اقتدار خدای بیکران رو زیر سوال میبره آیا واقعا با انجام این طور هاست که خدا از ما محافظت میکنه و یا ما رو برکت میده؟ عزیزان این خودش یه مانه است که در زندگی ما ما جای خدا و شناخت او رو به تک کاغذ و سنگهای عقیق یا تمثالهایی به چشم چشم میدیم از خدایی که ما رو آفرید که با او در ارتباط باشیم رو کنار میزنیم پیش کفبین میریم پیش فالگیر میریم پیش دعانویس میریم و طالبینی رو جایگزین میکنید عزیزان اینا رو کاملا کنار بذارید و با دریافت روح القدس شما دسترسی به تمامی منبع آسمانی رو در حضور خدای پدر خواهید داشت به جای فال خداوند با انجیل عیسی مسیح با زندگی شما صحبت میکنه به جای انرژی درمانی نام عیسی مسیح اقتدار داره تا شما رو شفا بده. به جای دعانویسی یا جلوگیری از اومدن ارواح شریر یا محافظت از ارواح شریر، عیسی مسیح و خون او قدرت داره تا ما رو از هر قدرت تاریکی و مرگ آن شیطان آزاد کنه. اگر امروز شما میرید و استخاره میگیرید تا بتونید تصمیم گیری کنید نام عیسی مسیح به ما حکمت میده تا ما بتونیم زندگیمون رو جلو ببریم امروز جای خدا و قدرتش رو در زندگیتون به هیچ بچی ندید بلکه در ارتباط با خدای زنده او رو بشناسید تمامی این چیزهایی که بین شما و خدا قرار میگیره رو دور بریزید حتی به عنوان هدیه به دیگران ندید ما به عنوان هدیه زهر به هم هدیه نمیدیم که کشنده است من در ایران دختری رو میشناختم که رفته بود نزد یک دعانویس و بهش یه ای آیه رو داده بود حالت گردنبند بر گردنش انداخته بود بهش گفته بود اگر این رو از گردنت باز کنی یا میمیری یا اتفاق بدی برات میفته از ترس این دختر در سنین خیلی جوونی حتی به فلجی داشت کشیده میشد وقتی که راجب ایسای مسیح و قدرت زنده خدا با او صحبت کردم اون دختر به من گفت تو یه گردنبند صلیب داری. میتونم این رو جایگزین کنم که این به عنوان نمادی باشه که خداوند از طریق عیسی من رو آزاد کنه و این آزادی در زندگی اون دختر اتفاق افتاد. امروز شما میتونید اون باشید. دعای من این هست که قدرت شناخت پسر خدا قلب و افکار شما رو در بر بگیره تا حقیقت رو روز به روز بیشتر بشناسید. این قدرت میتونه من و شما رو آزاد کنه. دستان خودتون رو میتونید بر قلب خودتون بذارید و بیاید امروز تصمیم تازه بگیرید بیاید بوتها رو از زندگیتون بیرون کنید بیاید تمرکزتون رو برای خدایی بذارید که میتونه امروز توسط ایمان به عیسی مسیح کار تازه ای انجام بده به یاد بیارید که اگر هر کدوم از کارهایی که جیجان و من بهش اشاره کردیم رو کنار بذارید و توبه کنید چون که ملکوت خدا و نجات او نزدیکه به خاطر جهالت خرافات خودمون به او اعتراف کنیم و او امین و عادل تو ما رو از هر گناه و ناراستی پاک کنه اگر عضو از کلیسا هستید و احساس میکنید که به خاطر گذشته شما هنوز قسمتی از زندگیتون درگیر با نیروهای شیطانی یا غیر الهی هستش و در آرامش نیستید لطفا با شبان یا یک مسیحی بالغ در میون بذارید من و دوستان من در اینجا با هم خوشحال میشیم که با شما در تماس باشیم به خصوص اگر در مشارکت بین مسیحیان نیستید در واقع اطلاعات روی صفحه تلویزیون شما هست که با ما در ارتباط باشید با تمامی این صحبت ها ما احتیاج داریم که خدا کاری تازه کنه پس بیاید با هم دعا کنیم و اگر که میخواید خدا را امروز بهتر بشناسید باید با او در رابطه باشید و در رابطه قرار گرفتن میتونه از طریق دعا باشه خداوندا تو رو شکر میکنیم چون که تو تنها خدای زنده هستی تو رو شکر میکنیم تا تو, تو میتونی ما رو از هر بت پرستی آزاد کنی خداوند از طریق فرزند تو امروز میتونی ما رو در رابطه جدید بیاری خداوند این بوت ها رو از زندگی عزیزان دور کن دعا میکنم که روح قدوس به اونها نشون بده آیا چه بتی در زندگی اونها وجود داره دستبند، گردنبند، شخص، افراد، مغبره ها، خداوند ها بذار چشمشون و قلبشون به سمت تویی که خدای زنده هست بیاد و بتونن در رابطه بهتر تو رو بشناسن. به نام عیسی مسیح آمین خیلی خوشحالم از اینی که با ما بودید در برنامه آینده جیجان جان راجب فرمان اول خدایی به غیر از من رو پرستش نکن صحبت میکنه با تمام دل منتظر هستم که با تک به تک شما عزیزان وقتی رو داشته باشیم برکت خدای زنده پدر پسر و روح و با شما باشه خدا نگهدار عزیزان قبل از اینکه من به عیسی مسیح این بیارم به خاطر اینکه موزیسیان بودم موسیقی بوت زندگی من بود همه چیزم رو میدادم برای این که تو موسیقی پیشرفت بکنم پول هر چقدر داشتم و نداشتم خرج میکردم پیش هر کسی حاضر بودم برم تا موسیقی رو یاد بگیرم حتی انقدر عاشق موسیقی بودم برای اینکه میخواستم تو موسیقی پیشرفت بکنم یه لحظه چش خودم باز کردم و دیدم که به مواد مخدر معتاد شدم برای اینکه توی اون دنیا من بیشتر و بیشتر رشد بکنم بیشتر و بیشتر عمیق‌تر بشم در حقیقت اون زندگی منو گرفته بود احساسات منو گرفته بود افکار منو گرفته بود شخصیت منو گرفته بود خود موسیقی چیز بدی نبود ولی وقتی موسیقی بوت زندگی من شده بود همه چیز منو گرفته بود بعد که به مسیح ایمان آوردم خب جایگاش فرق کرد ولی هنوز همچنان بوت زندگی من بود و اجازه نمیدادش که من بتونم اون چیزی رو که واقعا دارم به خدا تقدیم کنم به پرستش خدا تقدیم کنم موسیقی برای من هدف بود نه ای برای پرستیدن خدا ولی خدا به من یاد داد تو طول زندگی با اون که چطور این بوت رو کنار بگذارم چطور این هدف رو تبدیل به وسیله برای پرستش خدا بکنم نمیدونم امروز توی که داریم برنامه رو نگاه میکنی این بوت توی این بوت ها توی زندگی تو هست یا نه ولی این بوت ها مانع این میشه که تو برکت آسمان رو دریافت بکنی این بوت ها مانع این میشه که تو بهترین خودت رو به خدا تقدیم بکنی و میدونی خدا یه روز از من چی خواست گفت باید تصمیم بگیری کی خدای تو هم. موسیقی خدای تو یا من خدای تو اگه من خدای تو هم پس موسیقی رو به عنوان وسیله ای برای من که هدف اصلی هستم